مسلمه امانی نوم دی او د کابل پاسپورت د ریاست مشری په غاړه لري. دا هر ورځ د سهار په شپږو بجو خپل کار ځای ته راځي. آغاز کار ما همی است که تمام مراجعین هم از خواهرای ما هست، هم از برادرای ما هست، مریضا هستن، وظیفه رسمی است، پاسپورت های تحصیلی است که این مردم با آنها پاسپورت هایی که اول دقیقه اولیت برای امی مریضا و خانوما و سرسفیدا میدیم. باز بعد هم به سلسله دیگه است که برادرای دیگه از برادرها خواهرای با مؤسس نوبت کلش اجرا میشن، هم از ولایت هم از مرکز. جنرال امانی د پاسپورت ریاست په کارځایونو ګرځي ترڅو د خلکو ستونزې له نږدې وساري. دلته هره ورځ په زرګونه کسان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي. همیل برش خلاص که کارش مریض است. دفعتا وقتی گفتیم طفل ما مریض است، دفعتا کارم رو انداختن. علی هم برو نموجه آجل پاسپورت شو چپ کرن، برات میتنیم دیکن تا پشکنه برو. مریض با رئیسی سیبون در کار دیر زر جلو کور بدن. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس له 3000 څخه زیاتې میرمنې دا مهال د افغانستان د پولیسو په چوکاټ کې دندې ترسره کوي چې دوی جنرالان دي. مسلمه امانی مل پاسواله ده، هغه رتبه چې له نظامي پلوه د جنرالۍ سره برابره ده. په افغانستان کې د یوې میرمنې لپاره دغه رتبې ته رسیدل ظاهرا اسانه کار نه دی. جنرال مسلمه امانی وای په ټولنه کې شته ستونزې د کار او بریاو مخه نشي ډب کولی. ما باید از مبارزه بکنیم. ما زمان حق خدا گرفته میتونم که با مبارزه خود ادامه بدیم، مگر ما همیشه منتظر به این باشیم جانم مقابل کس بر ما حق نمیده، حق گرفته میشه. زمانی که ما در خود میدان باشیم کار خود پیش ببریم، ما را مطمئن هستیم که از مقابل مسئول شده نمیتونه و ترس بکم از کس نداریم. این خوازی سر کس از یک جای هر جای بره خود دشمن است با به صاحب اختار بوده. اگر ما از اختار بترس از نکو خب ما مجبورستیم به کجا خانه بشینیم. لا دی بلند داسې ویل کېدل چې د پولیسو په لیکو کې له میرمنو سره ناوړه چلند کیږي. خود کورنۍ چارو وزارت وایي چې اوس د پولیسو په لیکو کې میرمنې له خپل کاري چاپیریاله راځي دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.